نگران در لوزان سوئیس در انتظار هستند تا شاید وعده طرفهای مذاکره کننده برای انتشار بیانیه مطبوعاتی تحقق یابد که قرار است چارچوب توافق سیاسی میان دو طرف را اعلام کند صبح روز پنجشنبه نیز هشتمین روز مذاکرات با انتشار پیامهای امیدبخش و نگران کننده آغاز شد در آغاز دومین روز پس از مهلت تعیین شده برای این دور از مذاکرات اتمی خبرگزاری رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از پیشرفت چشمگیر در نتیجه گفتگوهای اتمی شب گذشته خبر داد آقای ظریف با این حال به خبرنگاران گفته به رغم این پیشرفت چشمگیر هنوز توافقی روی راه نشده است علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که چهره عمده مذاکره کننده فنی ایران است. پس از آخرین دور مذاکرهش با ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا گفت: «سپیددم نزدیک است.» به گفته ای آقای صالحی در گفتگوهای شب گذشته که تا ساعت آغازین بامداد پنجشنبه ادامه داشت پیشرفت زیادی حاصل شده است اشاره آقای صالحی به گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده است که از ساعت پایانی چهارشنبه آغاز شد و تا پنج و نیم صبح امروز به وقت لوزان به طول انجامید در نشست وزرای خارجه ایران و آمریکا معاونان وزرای خارجه دو کشور و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری نیز حضور داشتند نیویورک تایمز به نقل از مقام های آمریکایی می نویسد موضوع مذاکرات چهارشنبه شب و پنجشنبه صبح کری و ظریف از جمله سرعت رفع تحریم ها علیه ایران است موضوع دیگر مسئله اعمال محدودیت بر ظرفیت تحقیقات و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران بوده است خبرگزاری فرانسه نیز همزمان با آغاز مذاکرات امروز به نقل از یک دیپلمات آلمانی خبر داد که فرانک والترشتان مایر وزیر خارجه این کشور سفر خود به حوزه بالتیک را که قرار بود امروز پنجشنبه انجام شود به دلیل ادامه مذاکرات در لوزان به بعد موکول کرده است. اباس عراغچی معاون وزیر امور خارجه ای ایران گفته است اگر گفتگوها به نتیجه برسد حاصل کار نه یک توافق بلکه یک بیانیه مطبوعاتی مشترک منتشر خواهد شد که در آن درباره حصول راحلها برای مسائل کلیدی و نیز لزوم تداوم گفتگوها برای پیشبرد مذاکرات و نگارش متن توافق نهایی سخن گفته خواهد شد امیدی به نتیجه رسیدن مذاکرات وقتی افزایش یافت که بنابر ارزیابی ناظران جمهوری اسلامی ایران به طور تلویحی رفع تدریجی تحریم ها را پذیرفته خبرگزاری ها میگویند معاون وزیر امور خارجه ایران تلویحا تایید کرده که ایران از خواست رفع تحریم های سازمان ملل در حال حاضر صرف نظر می کند مشروط به اینکه تحریم های اروپا و آمریکا علیه بانک مرکزی و نظام مالی ایران برچیده شوند عباس عراقچی گفته است که ایران مصر است که در گام نخست تحریم های بین المللی علیه اقتصاد و نظام مالی ایران که خارج از سازمان ملل تصویب شدند برچیده شوند و چارچوب مشخصی برای رفع تحریم های سازمان ملل در آینده از همکنون تعیین شود. سایت العربیه نیز نوشته است مواضع جدید آقای عراقچی تغییر عمده در مواضع ایران است که برای خروج از بنبست در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی از سوی این کشور اتخاذ شده است. به نظر می رسد معنای سخن عباس عراقچی این است که جمهوری اسلامی ایران و به ویژه آیت الله خامنی رهبر جمهوری اسلامی نرمش فوقلاده ای از خود نشان دادند تا آنجا که رهبر جمهوری اسلامی تا کنون رفع تحریم های سازمان ملل را شرط ادامه گفتگوها اعلام کرده بود. آقای عراقچی پیش از این گفته بود نگارش متن توافق نامه از مدتها قبل آغاز شده است. یک هفته پس از آغاز حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش به مواضع شورشیان مورد حمایت ایران در یمن، دولت افغانستان پشتیبانی خود از عربستان را به طور رسمی اعلام کرد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن پیش از ترک عدن در نامه‌ای به رهبران کشورهای عربی خواستار دخالت نظامی آنها در یمن و سرکوب شورشیان شد. عربستان سعودی و متحدانش حمله به شورشیان را پاسخ به این درخواست با هدف بازگرداندن رئیس جمهور مشروع کشور به قدرت ارزیابی می کنند. پس از آغاز حمله های هوایی به یمن تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با صدور بیانیه اعلام کرد ما از این حمله که با هدف حفظ وحدت یمن و حمایت از مشروعیت دولت آن انجام شده است حمایت می کنیم. در این میان مشارکت سودان در عملیات نظامی به رهبری عربستان برخی از ناظران را شگفت زده کرده است در میان کشورهای آفریقایی سودان نزدیکترین روابط را با ایران دارد و از کمک این کشور بهره میبرد سایت دیپلماسی ایرانی 13 فروردین به نقل از الجزیره نوشت بسیاری بر این اعتقادند که پشت کردن سودان به جمهوری اسلامی و مشارکتش در عملیات طوفان قاطع که عربستان سودی برای حمله به یمن رهبری می کند، چرخشی بزرگ در روابط استراتژیک سودان با ایران در سایه فشار واقعیت موجود در خاور میانه است. وزیر خارجه سودان در یک نشست خبری در حاشیه کنفرانس اتحادیه عرب در مصر گفت سودان حتی یک روز هم متحد جمهوری اسلامی نبوده است و آنچه در این زمینه گفته می شود حقیقت ندارد. به رغم این ادعا روابط سودان با بسیاری از کشورهای منطقه در سالهای گذشته و به خاطر نزدیکی بیش از حد به جمهوری اسلامی تیره شد. الجزیره گزارش میدهد برخی از ناظران این چرخش سودان را یک اشتباه فاحش ارزیابی می کند و ایده دیگر معتقدند ظاهرا این کشور دریافته که سود نزدیکی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیش از هزینه کاهش یا قطع روابط با جمهوری اسلامی است افغانستان برخلاف سودان برای دخالت مستقیم در درگیری های یمن اعلام آمادگی نکرده است بیانیه دیر هنگام این کشور در حمایت از عربستان نیز دو روز پس از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با ملک سلمان منتشر شد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بخش پایانی این بیانیه تاکید کرد این کشور با درک تجارب تلخ و ناگوار از عواقب جنگ و ناامنی طرفدار راه حل میز این بحران بوده و از همه کشورهای اسلامی و رهبرانشان می‌خواهد که به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد در این راستا تلاش کنند دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه نوشت این تصمیم پس از رایزنی با شورای سرتاسری علما روحانیون و رهبران سیاسی و جهادی در اجلاس شورای امنیت این کشور با اجماع کامل گرفته شده است. در این بیانیه تاکید شده است دولت و مردم افغانستان در دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین با تمام نیرو در کنار دولت و مردم برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی در صورت بروز هر نوع تهدید قرار دارد. شبه نظامیان انصار الله به رهبری سران تایفه حوسی پایتخت یمن صنعا را اشغال کردند و پس از خروج رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی به عدن به سوی این شهر حجوم آوردند. آقای هادی که اکنون در ریاض به سر میبرد روز شنبه هشتم فروردین در نشست سران اتحادیه عرب در مصر که محور اصلی آنها اوضاع یمن ذکر شده شورشیان حوسی را آلت دست و بازیچه جمهوری اسلامی خواند. جمهوری اسلامی دخالت مستقیم در نوآرامی های یمن را تکذیب می کند اما عملیات شبه نظامیان علیه حکومت مرکزی را جنبش مردمی می خاند. و از معدود حامیان آنها در منطقه محسوب می شود در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری افغانستان 12 فروردین منتشر کرده است آمده دولت این کشور به اصل مردم سالاری و مشروعیت نظام قانونی در یمن باور داشته و از حکومت قانونی آن حمایت می کند. در اطلافی که به رهبری عربستان شکل گرفته، تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به جز عمان حضور دارند. مصر، ترکیه و پاکستان از دیگر حامیان اطلاف هستند. سازمان عفو اف الملل افزایش چشمگیر تعداد ها در ایران در سال 2014 میلادی را تایید کرده است. تعداد ها در ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 5 درصد افزایش یافته است. سازمان اف بین الملل روز سهشنبه 11 فروردین برابر با 13 مارس در گزارشی اعلام کرده است که 743 نفر در سال 2014 میلادی در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش این سازمان پس از کشور چین ایران بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر شمار اعدام هایی که توسط مقام های قضایی اعلام شده 289 مورد بوده است. این در حالی است که 454 اعدام دیگر نیز انجام شده که مقام های قضایی آنها را اعلام نکردند. بر اساس گزارش این سازمان 14 نفر از افراد اعدام شده در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. این سازمان تعداد افراد اعدام شده در ایران در سال 2013 میلادی را بر اساس آمار رسمی 369 نفر و این رقم را با در نظر گرفتن اعدام هایی که رسما اعلام نشدند و با استناد به منابع قابل اعتماد تا 700 نفر اعلام کرده بود در همین حال احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه 21 اسفند 93 در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در سال گذشته 753 نفر را اعدام کرده که نیمی از آنها به علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است به گفته آقای شهید این تعداد اعدام از سال 2000 2.2 تا کنون بی سابقه بوده است بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل کشور چین همچنان جایگاه نخست اعدام ها در جهان را دارد این سازمان در عین حال اعلام کرد که شمار اعدامی ها در چین موضوعی محرمانه است که منتشر نمی شود اما انتظار می رود که در سال 2014 هزاران چینی اعدام شده باشند. به گفته سازمان عفو بین الملل پس از چین و ایران عربستان سعودی با دست کم 90 اعدام، عراق با دست کم 61 اعدام و آمریکا با 35 اعدام بیشترین آمار اعدام در سال 2014 را داشتند. به گفته ی سازمان عفو بین الملل، تعداد حکم های صادر شده ی اعدام در سال 2014 با افزایش 28 درصدی به 2466 مورد رسیده است. افزایش اعدام ها در ایران در حالی صورت گرفته است که مدافعان حقوق بشر در ایران در دو سال گذشته دور تازه ای از مبارزه مدنی علیه اعدام را سازمان دادند. در سال 92 تعدادی از فعالان سیاسی در ایران برای مقابله با مجازات اعدام کمپین لغو گام به گام مجازات مرگ را تشکیل دادند. اعضای این کمپین در فاصله کوتاهی از آغاز فعالیت خود موفق شدند اجرای احکام چندین محکوم به اعدام را از طریق همکاری خانواده های قربانیان متوقف کنند. دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 و, و از بانیان این کمپین بعد از گذشت دو سال از آغاز فعالیت آن گفته است از آنجا که حکومت سعی می کند آنچه را مردم می خواهند برعکس انجام دهد کار ما برای کم کردن تعداد اعدام ها در ایران موفق نبوده و اجرای این مجازات کماکان ادامه داشته است همزمان با فعالیت این کمپین تعداد دیگری از سازمان ها و فعالان حقوق بشری و سیاسی از قدرت های جهانی خواسته بودند در هر گونه گفتگو و مراوده ای با جمهوری اسلامی موضوع حقوق بشر و بویژه ویژه را در نظر بگیرند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی و طرف های مذاکره آن در گفتگوهای مربوط به مسئله هسته ای تاکید کردند که در این گفتگوها موضوع حقوق بشر مورد بحث قرار نمی گیرد. در یک سالی که از آغاز گفتگوهای شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی می‌گذرد، واکنش‌های المللی به نقض حقوق بشر در ایران نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. دکتر ملکی در مورد سرنوشت حقوق بشر در ایران بعد از پایان مذاکرات می گوید، آنطور که من از گذشته و در این چند روز تعقیب کردم در این مذاکرات برای کشورهای شرکت کننده بیشتر مسائل اقتصادی مطرح است کمتر شنیده ایم که در مورد مسائل حقوق بشری یا حقوق مردم ایران بحث کرده باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه ششم فروردین ماه ضمن حمایت از حمله های هوایی عربستان و متحدانش به شورشیان یمن جمهوری اسلامی را به توسعه طلبی متهم کرد و خواستار خروج ایران و گروه های تروریستی از یمن شد این سخنان اردوغان با واکنش وزیر خارجه ایران و سخنگوی این وزارتخانه روبرو شد شماری از نمایندگان مجلس نیز خواستار لغو سفر برنامه ریزی شده او به تهران یا به تهران تعویق افتادن آن شدن. تانجو بیلگیج سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه دوازدهم فروردین ما در نشست خبری هفتگی خود گفت برنامه سفر اردوغان به تهران تغییری نکرده و او در این سفر درباره تحولات منطقه با مقامات بلندپایه ایرانی مذاکره خواهد کرد رئیس جمهور ترکیه پیشتر گفته بود برنامه سفر به ایران را به خاطر اعتراض چند نماینده مجلس تغییر نمی دهد زیرا آنها طرف صحبت او نیستند. برخی از منابع خبری از جمله شبکه خبری الجزیره گزارش دادند اردوغان نمایندگان معترض را در سطح خود ندانسته و گفته این افراد تعیین نمی کنند که من به ایران سفر کنم یا نه اینکه بروم یا نروم به ما مربوط می شود ظاهرا نقل این سخنان از قول رئیس جمهوری ترکیه که 11 فروردین در پایگاه خبری انتخاب نیز منعکس شد خشم نمایندگان معترض را شعله بر کرد منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید منفعل بودن وزارت خارجه باعث شد که آقای اردوغان نه تنها اظهارات خود را اصلاح نکند بلکه پایش را فراتر گذاشت و گفت که در مورد سفرم به ایران نمایندگان مجلس این کشور تصمیم نمیگیرند بلکه ما خودمان تصمیم میگیریم به گزارش سایت خبری تسنیم حقیقت پور رئیس جمهوری ترکیه را متوهم خواند و با تاکید بر اینکه سخنان او متوجه همه ملت ایران است نه نمایندگان مجلس از وزارت خارجه خواست سفر آقای اردوغان به تهران را لغو کند احمد توکلی دیگر نماینده مجلس که خواهان به تعویق افتادن سفر آقای اردوغان شده بود موزگیری اخیر او را ناگوارتر از موزه اول توصیف کرد و از وزارت امور خارجه خواست که سریعا تکلیف را رو روشن کند و سفر او نیز لغو شود حمید رسایی از اصولگرایان تندروی مجلس نیز ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور حسن روحانی به عنوان دعوت کننده اردوغان تا زمانی که او تغییر مواضع نداده نسبت به این سفر تمایلی نشان ندهد آقای رسایی گفت البته اساسا طرف صحبت ما آقای اردوغان نیست چون او بسیار کوچکتر از آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند با او طرف صحبت شوند بلکه مخاطب سخن ما با رئیس جمهور دولت و وزارت خارجه خودمان است این نماینده اصولگرا گفته است آقای اردوغان شعنیتی ندارد که مجلس ایران بخواهد با چنین فردی که دستش به خون مسلمانان عراق و سوریه آغشته است و ادب و نزاکت بین المللی نیز ندارد هم صحبت شود. پیشتر حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان اظهارات آقای اردوغان درباره دخالت ایران در یمن را وقیحانه خواند و گفته بود سفر او به تهران اهانت به ملت و خیانت به مقاومت و خون پاک شهدای مظلوم یمن است خبرگزاری تصنیم گزارش داد مسئول بسیج دانشگاه تهران نیز تهدید کرده است چنانچه سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران لغو نشود دانشجویان بسیجی با آن واکنش نشان خواهند داد و ساکت نخواهند نشست همچنین دانشجویان بسیجی دانشگاه علامه تبا طب در نامه خطاب مسئولان وزارت خارجه از آنها خواسته سفر آقای اردوغان به تهران را مشروط به عذرخواهی رسمی او از دولت و ملت ایران کند رئیس جمهوری ترکیه دوشنبه دهم ده فروردین با تاکید بر اینکه قصد لغو سفرش به تهران را ندارد بار دیگر این کشور را به تلاش برای گسترش سلطه خود در منطقه متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی باید به تمامیت ارضی کشورهای یمن سوریه و عراق احترام بگذارد سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در جمع خبرنگاران گفت سفر آقای اردوغان به تهران فرصتی است تا های ترکیه در خصوص تحولات اخیر در منطقه به طور مستقیم و در بالاترین سطح با مقامات ایرانی در میان گذاشته شود دولت آمریکا افراد و گروههایی را که به حملات سایبری دست میزنند تحریم می‌کند بنابر گزارش‌های پیشین مقام‌های آمریکایی چهار کشور ایران روسیه، چین و کره شمالی چهار منبع عمده حملات سایبری هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروههای خارج از آمریکا که با حملات سایبری، سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی کشور را تهدید کنند، تعیین کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته به وزارت خزانه داریان کشور اجازه داد انبال اشخاص حقیقی و حقوقی را که حملات سایبری را تدارک میبینند مصادره کرده و یا جلوی نقل و انتقالات مالی آنها را بگیرد خبرگزاری رویترز این رژیم تحریمی که اجازه اعمال آن صادر شده را با تحریم هایی که در مواردی مانند بحران خاور میانه یا آنچه آمریکا تجاوز روسیه به خاک اوکراین میداند مقایسه کرده و میگوید همان ابزار را در اختیار وزارت خزانه داری قرار می دهد. تنها یک ماه پیش از دستور تازه رئیس جمهوری آمریکا جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفته هایی در مورد تجدید سازمان این نهاد گفته بود یکی از اهداف جدید آن بهسازی توانایی های سایبری است. کمتر از دو ماه پیش جیمز کلاپر یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا از ایران، چین، کره شمالی و روسیه به عنوان اصلی ترین تهدیدهای سایبری علیه ایالات متحده نام برده بود. ایران در مواردی انجام حملات سایبری علیه آمریکا را رد کرده است. از جمله در سال 1391 که تهران اتهام حمله سایبری به مؤسسات مالی و بانک های آمریکایی را تکسید کرده بود. در بهمن ماه گذشته آمریکا ارتش و دولت چین را به انجام حملات سایبری متهم کرده و در مورد ادامه آن هشدار داده بود چین اتحام های آمریکا را رد کرده و آن کشور را متهم به نادیده گرفتن تعهدات خود در رابطه با بهبود روابط میان واشنگتن و پکن کرده است اما حملات سایبری علیه آمریکا علاوه بر گزارش ها و اتهام های مقامات آن کشور علیه کشورها از سوی گروه های افراطی اسلامگرانیز انجام شده است از جمله دو ماه پیش که با حمله هکرهای وابسته به گروه داعش به حسابهای شبکه های اجتماعی نیروهای مسلح آمریکا فرماندهی مرکز ایالات متحده حساب توییتر خود را به حال تعلیق درآورد در تعلیم های جدید آمریکا شرکت هایی که به صورت خودخواسته از اطلاعات محرمانه ولی حک شده برای مقاصد اقتصادی خود علیه مقاصد اقتصادی آمریکا استفاده کنند نیز هدف قرار میگیرند خبرگزاری رویترز در این حال از برخی انتقادها در مورد قانون جدید خبر داده است که بر پایه آن به سختی میتوان کسانی که واقعا در حملات سایبری مقصر هستند را شناسایی کرد منتقدان نظام جدید تحریم های آمریکا میگویند تحریم ها به طور قافلگیر کننده گسترده است و میتواند شرکت های تجاری را نیز با مشکل روبرو کند.